با خبرهای از عراق اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. آمار قربانیان سلسله انفجارهای امروز عراق به 70 کشته و 300 مجروح رسید. به گزارش تلویزیون الجزیره، منابع امنیتی عراق از انفجار 14 خودرو در مناطق مختلف خبر دادند. مقام های امنیتی و امداد پزشکی عراق گزارش دادند با تلفات انفجارهای امروز آمار کشته های ماه میلادی جاری از دهم تیر ماه تا کنون به 770 تن رسید. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 3000 نفر در عراق بر اثر انفجارها کشته شدند. در پی سلسله انفجارهای سهمگین شهرهای مختلف عراق، هیئت علمای مسلمین عراق اعلام کرد در چشمانداز هیچ راهی برای حفظ خون مردم بیگناه عراق وجود ندارد مگر سرنگونی دولت مالکی و پایان دادن به آن. دکتر یوسف عبدالله، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، به تلویزیون عراف دین گفت انفجار 14 خودروی بمبگذاری شده در بغداد، آن هم با وجود نقاط بازرسی نیروهای امنیتی و نیروهای واکنش سریع و پلیس و غیره، همه دلالت بر این می‌کند که این انفجارها که نزدیک به 70 نفر کشته و بیش از 300 مجروح داشته، امکان ندارد انجام شود مگر اینکه یا دولت مالکی پشت آن است یا شبه نظامیانی که در این دولت نفوذ دارند. از سوی دیگر، علامه شیخ عبدالملک السعدی با صدور یک بیانیه خطاب به دولت مالکی گفت همه شبه نظامیان از جمله نیروهای سوات را منحل کند و فرماندهان آنها را به اتهام جنایت و قتل و چپاول و هتک حرمت مردم و یورش‌های خودسرانه و تعرض به مساجد مورد حسابرسی قرار دهد. جمعی از مردم دیوانیه عراق تظاهرات کردند و خواستار تأمین خدمات و افشای پرونده‌های فساد مالی و اداری شدند. به گزارش تلویزیون التغییر، در این تظاهرات تعداد زیادی از روشنفکران نیز شرکت داشتند. تلویزیون التغییر گزارش داد تظاهراتی که در استان‌های جنوب جریان دارد بعد از پیوستن عشایر گسترش یافت است. این تظاهرات در استان‌های بصره، زیقار، میسان و المثنا برای دهمین روز پیاپی ادامه داشته است. مردم خواستار تأمین برق و برکناری دولت مالکی می‌باشند. استان زیقار که شعله این تظاهرات در شهرهای جنوبی را برافروخته، نزدیک به 2 هفته است که شاهد تظاهرات است. جمعی از کارکنان و نیروهای حفاظت تأسیسات نفتی در استان بصره تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان به پرداخت نشدن حقوق های عقب افتاده اعتراض کردند. آنها همچنین اعلام کردند حاضر نیستند تحت فرمان وزارت دفاع عراق کار کنند. جنبش وفاق ملی عراق طی بیانیه حمایت خود را از خواسته های تظاهر کنندگان در استان های بصره، زیقار و المثنا اعلام کرد. در این بیانیه آمده است در نتیجه شکست ها در روند سیاسی و امنیتی در کشور، مردم ما در بصره، المثنا و زیقار به حرکت در آمدند. مردم جنوب برای بیان خشمشان نسبت به عدم تأمین خدمات و پایان دادن به بیکاری و مبارزه با فساد و متوقف کردن دستگیری های کور قیام کردند. تلویزیون عراف دین عراق فاش کرد که در جریان حمله به زندان تاجی بغداد، نیروهای ویژه مالکی موسوم به سوات بیش از 70 زندانی را اعدام کردند. این تلویزیون گفت اخبار درس کرده از زندان تاجی بعد از فرار زندانیان حاکی از آن است که نیروهای سوات اقدام به تیرباران 10 نفر از زندانیان کردند. اعدام شدگان از جمله حکم الراوی و حسین رحید از اهالی الانبار و زندانیان دیگری از اهالی دیالی و نینوا و صلاح الدین می باشند.